امیدوارم که حالتون خوب باشه. من با لباس بیسبالی فکر کنم به اینا میگن، با لباس بیسبالی اومدم. بچه ها یه چیزی که خیلی وقتا دانش آموزای من هی میگن اینه که میگن که مثلا ما تو مدرسه خیلی درگیر رقابت میشیم، مثلا یه جوی پیش میاد با دوستامون که این جوه واقعا برامون آزاردهنده میشه و از سمتی هم انگاری نمیتونیم کنترلش بکنیم. مخصوصا توی سال کنکور خیلی این اتفاق میفته و مثلا مخصوصا تو بچه هایی که خیلی تو مدرسهشون رقابت زیاده، مثلا مثل سمپادیا و این حرفا. بچه ها یه چیزی که هستش اینه که واقعا رقابت توی سال کنکور به نظر من اجتناب ناپذیره. خب طبیعیه که شما وقتی که داری درس میخونی انتظار داشته باشی که نتیجه ببینی و وقتی مخصوصا مثلا ببینی که ای بابا دوست من، مثلا کسی که همسطح همدیگه هستیم، همکلاسی هستیم، حس میکنم، یعنی من میبینم که داره کمتر از من تلاش میکنه ولی نتیجهش داره از من بهتر میشه، یه حس ناراحتی بکنم، یه کوچولو مثلا حس حسادت بکنم. این چیزا واقعا به نظر من حس طبیعیه، چون شما ناخودآگاه هستن برای هر چیزی تو زندگیت. اگر که بخوای تایم بذاری تلاش بکنی دوست داری ازش نتیجه ببینی و اگه نتیجهشو نبینی طبیعیه که خب اعصابت خرد میشه و ناراحت میشی. حالا چیکار بکنیم این حس رو؟ من خیلی دیدم توی کامنت ها میان مینویسن که وای مثلا ما همش فکر میکنیم به فلان دوستمون که سهمیه داره، نمیدونم مخصوصا کسی که فارغ التحصیل هم مثلا میگن که آره ما با همکلاسیامون توی یه سطح بودیم، بله اونو قبول شدم، من قبول نشدم، الان حس بدی دارم. بچه ها برای همه به نظر من توی کنکور جا هست، خب برای همه توی دانشگاه صندلی هست. حالا منظورم از همه کیاست؟ منظورم از همه کسایی هستش که دارن خوب تلاش میکنن، درگیر حاشیه نمیشن، واقعا از دل و جون و اصولی دارن کار میکنن. این اصولی بودنش خیلی مهمه. من خیلی دانش آموز داشتم مثلا طرف برگشته گفته که آره مثلا ما تو فک فامیلامون برگشتم میگن که آره فلان دختر خاله است که انقدر داشت درس میخون همومم هم نمیرفت، مثلا اون رتبهش این شد. بعد حالا تو که داری مثلا یه مهمونی میای، حالا تو دیگه میخوای چی بشی؟ در صورتی که خیلی هاشون واقعا اصولی درس خوندن رو نمیبینن، که صرفا مثلا یه بچه فامیل میبینن که مثلا همش میره تو اتاق در رو خودش میبنده و میگن که بفرین چقدر داشته درس میخونه. من خیلی زیاد تجربه دارم و مثال دارم از دانش آموزایی که باهاشون کار میکردم و اتفاقا زحمتم میکشیدن، مثلا بعضی بودن حتی بالای 12 ساعت تایم مطالعه داشتن ولی درست حسابی تست نمیزدن، مثلا چیزی که بهشون میگفتی رو انجام نمیدادن، همش هی بای دیفالت برمیگشتن رو تنظیمات کارخونه. من حتی دانش آموز داشتم، همیشه مثالش رو میزنم بر بچه ها، که هفته ای بالای 2000 تا تست میزده ولی تستاش همه آموزشی بودن، یعنی زمان نمی گرفته، درصد نمی گرفته، همینطوری دونه دونه دلی تست می زده، می رفته دوباره جوابش رو نگاه می، دوباره تست بعدی و می رفته جوابش رو نگاه می کرده. دلش هم خوش بوده که به به مثلا من چه کار خفنی دارم می کنم، دارم هفته بالای 2000 تا تست می زنم، ولی خب همیشه سر آزمون ها واقعا می مونده، نتیجه خوب نمی گرفته، چون که سرعتش کند بوده و تلاش نمی کرده برای رفع این مشکله. بچه ها کنکور یه چیزیه که شما نمیتونی بگی که من باید مثلا اینو تراکتور فقط درس بخونم، هرچی ساعت مطالعه من بالا باشه پس طبیعیه که من قبول میشم. اصلا و ابدا اینطوری نیست. الان ما هر سال حدودا 500-600 هزار نفر شرکت کننده تجربی داریم. از بین اینا واقعا به نظر من حداقل مثلا دیگه 20,000 تاشون هستن که واقعا دارن درس میخونن. حالا از بین مثلا همین اینا چند نفرشون رشته های تاپ قبول میشن؟ مثلا حالا بخوایم بگیم که 1000 نفرم مثلا هر کدوم رشته های تاپ رو قبول شن، مناطقم بخوایم در نظر بگیریم و اینا، 5-6,000 نفر قبول میشن. خب از 20,000 نفری که واقعا دارن درس میخونن 5-6,000 نفرشون قبول میشن، یعنی شما فکر کن که نصف بیشترشون با اینکه دارن تلاش میکنن قبول نمیشن. چرا؟ چون اصولی درس نمیخونن، صرفا درس خوندن رو میبینن که من باید تلاش کنم، من باید بخونم، ولی اصولی خوندن رو نمیبینن. پس این مورد رو حتما در نظر بگیرین که اصولی خوندن خیلی خیلی مهمتر از زیاد خوندنه. حالا بحث اصلیمون دور نشیم، داشتیم در مورد مدرسه صحبت میکردیم.
من همیشه مشاورم به این گفت که ببین امسال تو مرکز جهانی اصلا اینکه فلانی داره چی کار میکنه برات اهمیتی نداشته باشه، حتی مشکلات خانوادگی هم امسال برای تو اهمیت نداشته باشه. مشکلات خانوادگی، نمیدونم حالا مشکلات مختلف که پیش میاد همیشه هست، همیشه هست، ولی سال کنکور ایشالله که فقط یک بار توی زندگی شما تکرار میشه. مطمئن باش اگر مثلا توی این یک سال حالا شما کمتر مثلا به فرض مادر بزرگ پدر بزرگتون سر بزنین، کمتر دوستاتون رو ببینین، کمتر وقت بگذرونین با خانوادتون و بعد از این سال واقعا بتونین تو کنکور نتیجه خوب بگیرین، خیلی ارزش داره و مطمئنا همه شرایطتون رو درک میکنن. بعد از اینکه نتیجه خوب بگیرین، مثلا همون پدر بزرگ مادر بزرگی که دست شما دلگیر میشه که چرا بهشون کم سر زدین، بعدش انقدر خوشحال میشه که اصلا همه این موارد یادش میره. خواهش میکنم این موارد رو در نظر بگیرین. خب من خیلی میبینم که مثلا بچه ها اینطوری هن که ما دلمون سوخ برای فلانی، بعد دیگه مثلا کل روز رو گفتیم که بذار مثلا من امروز درس نمیخونم برم فلان کار رو بکنم. نه، واقعا حواستون باشه درستون و خودتون، آرامش روانی خودتون امسال براتون اولویت اصلی زندگی باشه. حالا من نمیگم هیچ کار دیگه ای نکنید، نه، درستو اول بخون بعد خواستی بری مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ سر بزن. من مثلا حتی بچه‌ای داشتم طرف مثلا گفته که من یه هفته میرم یه عروسی، من عروسی که فامیلامونو من نرم خیلی ناراحت میشه، مثلا عروسی اونور ایرانه، بعد یه هفته بره برگرده کلی هم تو فاز عروسی و این حرفاست، کلا تایمش میره. واقعا این کارا رو نکنید و هیچ وقت نذارید که ساعت مطالعهتون صفر بشه. من همیشه اینو میگم به بچه‌ها، اگر که بذاری ساعت مطالعه صفر بشه، انگار قبح درس نخوندن برای شما میریزه. اصلا این کار رو نکنین، حتی شده در حد نیم ساعت. چطور آدم هر روز از گوشیش استفاده میکنه؟ پس معلومه که هر روز مثلا حداقل در حد نیم ساعت تایم داره بره سراغ گوشی. پس در حد اون نیم ساعت تایمه رو میتونه رو درس خوندن بذاره تحت هر شرایطی به نظر من. پس طبق این مواردی که گفتم، میگم برای همه جا هستش توی دانشگاه. من اون موقع که خودم دانش آموز بودم اینو نمیفهمیدم و مثلا چون پشت کنکوریم بودم اینطوری بودم که ای بابا مثلا الان فلان دوست من قبول شده رفته، من قبول نشدم، یا مثلا با فلان دوستم الان داریم با هم دیگه مثلا برای کنکور رقابت میکنم، نکنم قبول بشه من قبول نشم، بذارم من حتما دانشگاه بهتری قبول شم. بچه ها الان که چندین سال گذشته دیگه، 5-6 سال از زمان کنکور من گذشته، الان میبینم که چقدر هممون با هم رشد کردیم و اومدیم بالا. الان مثلا نم اون توی یه شهر دیگه داره درس میخونه، درسش تمام شده الان رفته تر، من حالا یه ور دیگه هستم درسم تمام بشه دوباره میرم تر. انقدر دانشگاه زیاده، انقدر رشته ها برای تخصص زیاده و انقدر زندگی گسترده است که بعدن به این فکر میکنه که من مثلا به چه چیزایی فکر میکردم، چقدر ذهنم بسته بود، مثلا فقط همون یه کنکور رو میدیدم و همون مثلا یه دانشگاه رفتن رو میدیدم، در صورت که زندگی خیلی فراتر از این چیزاست. و البته بهتون حق میدم اگر که الان حرف منو قبول نکنید ها، ولی مطمئن باشین جلوتر که میرین این فکرها کمتر اذیتتون میکنه. مثلا من دوستایی داشتم که اون سال اول که کنکور دادیم دیگه رفتن دانشگاه و مثلا رفتن حسابداری خوندن، حالا یه دانشگاهی که شاید در نظر عموم مثلا خیلی هم دانشگاه خوبی نبود. بعد اون دوست من خب 4 سال لیسانسشو خوند، الان رفته سر کار، درآمد خیلی خیلی خوبی داره، زندگی خوبی داره، داره زندگیشو میکنه. من موندم چند سال پشت کنکور، رفتم دانشگاه، منم دارم زندگیمو میکنم. هیچکی نمیتونه بگه که زندگی کدوممون از اون یکی بهتر بوده، با اینکه شاید از نظر عوام مثلا یکی تو کنکور ناموفق بوده اون یکی موفق بوده. خب اصلا به این چیزا فکر نکنید، اینا به نظر من دید تونلیه، یعنی که شما فقط یه چیزی رو ببینید، ولی واقعا کنکور فقط و فقط، در واقع زندگی فقط و فقط کنکور نیستش. خیلی قراره در آینده شما با چیزهای بیشتر و حالا بزرگتری مواجه بشید. حالا در راسته اون حرفم که گفتم که اولویت شما خودتون باشین، چقدر افتاد میزنه تو صورتم. من یادم روزی که برای اولین بار میخواستم برم پانسیون، مشاورم به من گفتش که ببین تو جز آدمایی هستی که اگر که مثلا با یکی دوست بشی دیگه همطوری همش میخوای بری باهاش حرف بزنی و اینا، و چون مثلا یکم خجالتی به احتمال زیاد مثلا اگه طرف بیاد بخواد با صحبت بکنه نمیتونی بهش بگی لطفا با من حرف نزن، من الان میخوام درس بخونم. پس برای همین رفتی توی پانسیون حتی به هیچ کی سلامم نکن، با
با هیچکی دوستم نشو. و من واقعا این توصیهش رو جدی گرفتم و با اینکه اون موقع که تو اون پانسیونم قشنگ حس میکردم که مثلا بقیه بچه هم خوششون نمیاد اینطوری که این چقدر خوششون میگیره مثلا این چرا اینطوریه، ولی واقعا به نظر من مهمترین توصیه بود که توی اون برهه زمانی به من شد. چون واقعا خودم شخصیت خودم میدونستم که اگه با یکی جور بشم دیگه کلا قید درس رو میزنم. برای همین شما هم واقعا خودتون ببینید، اگر که با یه سری همکلاسیاتون دارین صحبت میکنین که حرفای اونا بهتون استرس میده، حالا بعضی از بچه‌ها واقعا بدجنسی میکنن سال کنکور که به نظر من اگه جزء اون بچه‌هایین واقعا این رفتار رو ترک بکنین، مثلا بعضی بچه‌ها شروع میکنن استرس دادن به اونای دیگه یا الکی شروع میکنن اونم پوز دادن که من فلان مبحث رو تموم کردم، فلان کارم کردم، اون تستامون رو زدم، ای تو فلان کارو نکردی، خاک تو سر، پس قبول نمیشی. که واقعا این کار زشتیه بچه‌ها. اگر که جزء اون دسته از آدما هستین اینو بذارینش کنار. به نظر من این انرژی ها به خود آدم برمیگرده و برعکسش اگر که یه چیز خوبی گیرتون اومده یا مثلا یه درسی رو بلدید و کسی ازتون میخواد سوال بپرسه، مثلا یه تستی رو میخواد ازتون بپرسه، واقعا بهش جواب بدین. میگن زکات علم نشونه، دقیقا همینطوریه. هر چقدر سعی بکنید که حالا من نمیگم خودت پاشو داوطلبانه برو تدریس میکنه یکی، ولی نه، اگه کسی ازت پرسید راستشو بگو. اینطوری نباشه که مثلا پیش خود بگی حالا من الان اینو بهش بگم بعد پامیشه میرم مثلا تعرضشم من بهتر میشه بذار بهش نگم. این کارا رو نکنید واقعا. مطمئن باشین که تکرار کردن یه چیزی، مثلا یه مبحث رو اگه یکی ازتون سوال میپرسه بخواید تکرارش کنید برای اون آدم، باعث میشه خیلی بهتر تو ذهنتون بشینه. اما اگر درک کنیم که آقا من دوست بدجنسی هم ندارم، ما صرفا داریم در مورد کنکور با هم صحبت میکنیم، ولی همین صحبت به من حس بد میده، به من مثلا باعث میشه که هم یا مثلا اون حس حسادت رو توی من فعال کنه یا اصلا استرس میگیرم وقتی با دوستم میشینیم راجع به کنکور صحبت میکنیم. اگر میبینین اینطوریه به دوستاتون بگین که آقا من استرس میگیرم، لطفا بیا وقتی مثلا با هم داریم صحبت میکنیم اصلا راجع به کنکور صحبت نکنیم، راجع به یه چیز دیگه صحبت بکنیم. یا اگر میبینین مثلا آدمایی نیستن که خیلی تو زندگیت مهم باشن، مثلا دوستای صمیمی نیستن، واقعا سعی کن تا جایی که میتونی باهاشون صحبت نکنی. مثلا من یادم خودم توی تایم زنگ تفریح بین کلاس ها سریع پا می شدم می رفتم تو کتاب خونه که کسی نتونه با هم صحبت بکنه، مثلا موقع که پیش دانشگاهی بودم، چون می دونستم کسی بخواد با هم صحبت کنه مثلا تا آخر شب هر چی بگه ذهن من رو درگیر می کنه. برای همین سریع می دویدم می رفتم تو کتاب خونه یا خودم رو مشغول نشون می دادم، می رفتم از یه جای خودم گنگور می کردم، یه همچین چیزی. و اگر که خارج از مدرسه هم باز دوستایی دارین که خواسته یا ناخواسته باعث میشن که حس بد بگیرین نسبت به کنکور یا نسبت به خودتون، بعضی وقتا خیلی ها هستش مثلا مثلا تو فامیل که نمیخوان، یعنی واقعا دست خودشون نیستا، ولی وقتی که صحبت میکنن شما استرس میگیره. مثلا من یادم این که آشنامون یه سری برگشت به من گفتش که بابا مثلا تو انقدر به خودت استرس نده، تو بینای سنجی هم قبول بشی، مثلا ما قبولت داریم، اوکیه. بعد من انقدر از این حرف موقع ناراحت شدم، الان واقعا نمیفهمم چراها، ولی اون موقع انقدر مثلا ناراحت شدم واقعا حس میکردم مثلا بهم توهین شده که وای مثلا این منظورش این بود که من خنگم. حالا بینایی سنتی اصلا خیلی رشته سختیه، واقعا قبولش به سادگی ها نیست، ولی مثلا توی ذهن خودم اینطوری اومد که این آدم داره منو کم میبینه، من میرم بهش نشون میدم، من میرم عین بنز درس میخونم و اینا. ناخودآگاه قبلا هم گفتم توی یکی از ویدیوام اینه که مثلا تو ببخشید مثلا پات فلج باشه بعد دیگران در راجع به کفش صحبت میکنن به تو برمیخوره، فکر میکنی منظورشون به توه، در صورتی که واقعا اینطوری نیستش. برای همینم اول اینکه خودتون درک کنین که من ناخودآگاه الان به خاطر شرایطی که دارم طبیعیه که یکم حالت روانی انگار تهاجمی تر باشه. خب وقتایی که ناراحت میشی، عصبی میشی، اینو به خود بگو که من یکم دارم انگاری اوور ریاکت میکنم اینجا. ولی از طرف دیگه هم دنبال این نباش که الان من سال کنکور برم تراپی که دیگه اوور ریاکت نکنم، نمیدونم دیگه فلان نکنم، چون واقعا این فشار و استرس کنکور خیلی وقتا باعث میشه که کلی مشکلات روانی دیگه رو بزنه بیرون. مثل مثلا یه تایر یه ماشینی که مثلا توش یه سوراخ کوچولو داره، وقتی شما داری آروم باهاش رانندگی میکنی اینو متوجه نمیشی، ولی وقتی داری با سرعت بالا باهاش رانندگی میکنی اون سوراخ کوچولو هم باز میتونه مثلا مشکل آفرین باشه و به چشم بیاد. شما الان دقیقا اونطوری هستین، چون خیلی زیر فشارین طبیعیه که کوچیکترین مشکلی که تو روان آدم باشه یه دفعه مثلا خودشو میزنه بیرون و خودشو نشون میده.
نمیگم الان بریم تک تکشون رو درمان کنیم، حالا تو مواردی که خیلی مورد ماژور و مهمی باشه من خودم بچه‌ها رو ارجاع میدم به یه روانشناس، یا اصلا ما یه طرح وی آی پی هم گذاشتیم مثلا توی مشاوره هامون که بچه‌هایی که مثلا میبینیم خیلی استرابشون زیاده یا کمالگری یا وسواس دارن با اونا مثلا نظر روان درمانی هم کار کنیم ببریمشون جلو. ولی در حالت عادی اگه میبینی که حالا اونطوری نیست که خیلی درگیرت کنه، ولی خب در واکنش با دیگران مثلا دوستا فامیل و اینا یه دفعه انگار مثلا این بخش از مغزت فعال میشه، کاری که باید بکنی عدم مواجه هست. توی حالا راهکارهای روان درمانی این کار خیلی غلطه ها، شما نباید مثلا دوری بکنی و این چیزا که مثلا پیشنهاد اجتناب بکنی، ولی امسال و استثناءن به نظر من باید این کارو بکنی. هر چیزی که اذیتت میکنه، کوچکترین چیز، خب حتی اگر میبینی بعضی وقتا مامان بابا حتی نمیدونن که باید چجوری برخورد بکنن با دانش آموز کنکوری و طبیعی هم هست، اصلا آموزشی ندیدن از این جهت. یادم یه کلیپ بود توی اینستاگرام گفتش که هر موقع که مثلا خیلی از دست مامان بابات عصبانی میشی به این فکر کن که اونا هم واسه اولین باره که مثلا دارن این زندگی رو زندگی میکنن، اونا هم واسه اولین باره که مثلا دارن مامان بابا شدن با مثلا یه بچه نوجوان رو تجربه میکنن، پس طبیعیه که اونا هم توی این قضیه بی تجربه باشن و یک کم سعی کنیم بهشون حق بدیم. ولی خب حتی میگم اگر خانواده نزدیک خودتونم هستن که بعضی وقتا میبینیم با حرفاشون ممکنه شما آسیب ببینیم و میگم واقعا شاید اینا تعمدی نباشه ها، ولی باز سعی کنین دوری کنین، یا مثلا جوری رفتار بکنین که تنش پیش نیاد. مثلا من یادم به بچه‌هام گفتم که شما سعی کنین که صبح تا ظهر مثلا صبح تا عصر درساتون رو بخونین، تموم شه عصر برین هر کار دوست دارین بکنین. بعد خب مثلا یکی از بچه‌ها بودش، مامان باباش مثلا تازه همون عصر شب اینطورا میومدن خونه، بعد هر سری که میومدن خونه میدم مثلا این پای تلویزیونه، بعد میگم بابا تو چرا درس نمیخونی؟ چون موقعی که این داشت درس میخون که نمیدیدم، فقط موقعی که داشت استراحت میکرد میدیدم. بعد که آخر سرم بهش گفتن که خب آقا این کار نکن، مثلا این کار نکنیم که تنش به وجود بیاد، تو یه باکس مطالعه تو بذار شب بخون، به جاش مثلا تایم استراحت تو بذار مثلا عصری وقتی. خب اگه میبینی که باعث میشه که اونا از این موضوع عصبانی بشن، حالا مثلا به جای اینکه بخوای باهاشون مقابله کنی که نه من درسمو خوندم، بهمون میگی نه من که ندیدم تو درس بخونی، به جاش مثلا بیایم برای اینکه این تنش رو کم بکنیم یه باکسمون مثلا بندازیم آخر. سعی کنید سیاست‌های اینطوری رو در برخورد با خانواده و دوستانتون داشته باشید. بخوام یه جمع‌بندی بکنم، اول از همه سعی کنید از تنش و این چیزا دوری بکنید. خودتون دم به دم دیگران و حتی افکار خودتون ندید. همچین چیزی میگن عارف کنم جمله بندیم شباب. مثلا اگه داری یه تست میزنی بعد یهو تست رو مثلا غلط جواب میدی، یهو میاد تو ذهنت که خاک تو سرت، نمیدونم چرا انقدر افتضاحی تو، اینو که نتونستی بزنی، نمیدونم قبول نمیشی، به جای اینکه هی خودت میگی آخ آره آره وای حالا قبول نشم چی میشه، من مام بزرگم چی میگه، دختر خالم چی میگه. به جای این قبلا هم گفتم تو ویدیوهای قبلی که اصلا سعی کنم به خودم، یعنی من واقعا این کارو میکردم، دستمو میذاشتم رو گوشم به خودم میگفتم که اظهار نظر نکن، با من حرف نزن، من فقط میخوام تلاش کنم، اینکه تست رو غلط میزنم و درست میزنم به تو مربوط نیست، من فقط و فقط میخوام درس بخونم، فقط میخوام تلاش کنم، اصلا به این فکر نمیکنم که میشه یا نمیشه، الان وظیفه من تلاش کردنه. اولا خیلی سخت بود این کارا، ولی جلوتر که رفتم این اصلا شد عادتم، یعنی تا اون فکر ذهنیه مثلا میومد که وراجی بکنه یه چیز منفی بخواد بگه، من سری کلهشو میگرفتم میکوبیدم تو دیوار. شما واقعا سعی کنین این کارو بکنین. حالا تنش هایی که با دیگران هم پیش میاد با خانواده و اینا، باز سعی کنین ازش دوری بکنین. تو تایم استراحتشون اگه میبینین مثلا میبینین با یکی میخوای صحبت کنین، مثلا میگه بچه همکارم فلان چیز قبول شد، من انقدر ناراحت، من شرمنده شدم دیگه، من نگفتم بچه من پشت کنکوریه، اگر میبینین اینطوریه باز سعی کنین که توی تایم های استراحتی هم که دارین از اتاقتون بیرون نرین، صرفا مثلا یه دستشویی بری یه چای بریز دوباره برگردی بیای توی اتاقت. و توی مدرسه هم تا حد امکان سعی کنین در مورد کنکور و این چیزا با دوستاتون صحبت نکنین، اونایی که از عمد دارن بهتون انرژی منفی میدن که قطعا بذارید کنار، اونایی هم که میبینین که واقعا خیلی وقتا دست خودشون نیست، یا خودشون استرس رو دارن به شما انتقال میدن، یا اینکه نه اصلا شما استرس میگیرین مثلا از صحبت راجع به کنکور و این چیزا، باز سعی کنین ارتباطتون رو باهاشون محدود کنین. مطمئن باشین اگر یه دوستی
کسی باشه که خیلی شما رو دوست داشته باشه از ته دلش و دوست داشته باشه که شما توی زندگیش باشی و این ارتباطتون پایدار باشه، قطعا شرایط شما رو درک میکنه و بعد از اینکه کنکور دادیم باز همچنان دوست شما باقی میمونه. ولی اگر آدمی باشه که حسودی بکنه و این حرفا، مطمئن باشین که شما باش دوست نباشین، تو هم برد کردیم و خیلی هم بهتره براتون. امیدوارم که این حرفایی که زدم براتون مفید باشه. شما از راهکارها و حالا مشکلاتی که توی سال کنکور براتون پیش اومده حتما حتما بهم بگین. فعلا.